سلام دوستان عزیز خوش اومدید به قسمت سوم یعنی قسمت آخر تابلوهای رانندگی امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه تو این قسمت از تابلو 81 تا 112 رو بهتون معرفی میکنم لایک ویدیو و سابسکرایب کانال یادتون نره بریم سراغ تابلوهامون تابلو هشتاد یک بگن اینس اینگشخنگتن هلت فبوتس فی این چونه این منطقه هست که تو کل منطقه شما اینگشخنگت هلت فبوت دارید یعنی توقف محدود دارید میتونید برای چند ثانیه یا برای یکی دو دقیقه سه دقیقه توقف کنید یعنی تو کل منطقه این معتبر هست برای همین چونه هست اینگشخنگتن هلت فبوتس فی این چونه تابلو 82 اند اینس اینگشراکنتن هالت فربوتس برای اینه زونه روب این تابلو یعنی پایانشونشون میده وقتی از اون منطقه که خارج شدید دیگه به اطمینان میرسه این اینگشراکنته هالت فربوت دیگه به پایان میرسه تابلو 83 پارک شایبه اینو جایی که خواستید شما پارک کنید مثلا تو پارکینگ های توی آره پارکینگ های مثلا فروشگاه ها اینو میبینید توی کنار جاده خیلی جا شما این علامت رو میبینید وقتی بخواید پارک کنید این پارک شایبر رو عکس این پارک شایبر رو روی تابلو زده و زیرش هم همیشه مینویسه که تا چند ساعت اجازه پارک دارید مثلا مینویسن دو ساعت و شما وقتی اونجا می رسید می پارک کنید باید ساعت رسیدنتون و پارک کردنتون رو اینجا وارد کنید من اینو توی ویدیویی که برای پارک کردن اینا درست کردم که مثلا کجا اجازه پارک دارید کجا ندارید من سعی میکنم اینو به صورت دقیق تر اونجا نشون بدم میتونید بفهمید که چجوری میتونید تنظیم کنید جای مخصوص کجا باید بذارید و هر نکته مهمی که در موردش هست من توی اون ویدیو بهتون میگم ولی خب جایی که به این یه همچین تصویر بود یعنی که پارک شایبه باید استفاده کنید تابلوی 84 فورفارت تابلوی حق تقدم هست که اینو توی سوالات گواینامه قسمت فک سیکن داشتیم این اینو سر هر چهارراهی که شما دیدی سر برای شما نصب شده بود تو خیابون شما یعنی که اونجا سر اون چهارراه حق تقدم با شماست که همیشه میگن این وقتی اینو میزنن یعنی سر هر چهارراه میزنن برای این بر اعتبارش برای همون چار رایی که قرار بعد این بیاد سر همون چهارراه میذاره فقط اعتبارش برای همون چهارراه ممکنه چهارراه بعدی فرق کنه 85 فوفات خاصه تابلوی حق تقدم هست که این میگن وقتی توی جاده این تابلوی فوفت باشه یعنی اون جاده دیگه تا تابلویی که اینو باطل نکنه سر هر چار راهی حق تقدم با شماست ولی خب بازم سر هر چار راهی که میرسید اینو زدن که یه موقع مثلا اشتباهی صورت نگیره ولی خب اون تابلو قبلی که بود ممکنه این چهار مثلا حق تقدم داشته باشید چهار بعدی دیگه تابلوی مثلا باشه که شما حق تقدم ندارید ولی این برای یک خیابون اعتبار داره برای همون طول کلا خیابون اعتبار داره تا زمانی که یه تابلوی میاد و اینو باطل میکنه هشتاد و ششمون اینم باطل کردنش اند ده فوفتشت خسته یعنی پایان فوفتشت خسته پایان خیابونی که حق تقدم داره هشتاد و هفت فوغنگ فودم گیگن فرکه یعنی که حق تقدم قبل از ترافیک مقابل اینجا فلشه قرمز سمت چپه یعنی اونایی که از روبروتون میان اونا باید توقف کنن و به شما اجازه عبور بدن که بهش میگن به شما حق تقدم بدن تابلوی 88 اوت تافل فور زایته یعنی تابلوی منطقه اوت میشه منطقه تافل هم که کلا تابلو یا تخته رو بهش میگن حالا تابلوی منطقه فور زیته. یعنی صفحه اولش یا همون جلوش و اینجا وقتی زده مثلا ویلستر کریس شتاینبگ این تابلوی نشون میده که شما دارید وارد شهر بعدی میشید حالا یا شهرک یا شهر بعدی و این تابلو رو وقتی دیدید فوق مهمه این تابلو رو موقع رانندگیتون دیدید توی تمریناتتون یا توی امتحانتون سرعت اتوماتیک بیارید رو پنجا چون وارد شهر بعدی یا شهرک بعدی شدید قبلش ممکنه سرعت آزاد بوده مثلا 100 بوده 90 بوده 80 بوده چون توی لندش خاصه مثلا بودید اینو که دیدید باید سرعتتون رو بیارید رو 50 دیگه تابلوی سرعت 50 نمیزنن چون این خودش به معنی که وارد شهر شدید و داخل شهر هم سرعت 50 تا مجازه اینو خیلی دقت کنید بهش خب 89 اوت تافل رکسایته این پشتشه وقتی یعنی اون تابلویه که شما مثلا شهرکو که دارید ترک میکنید پشت تابلو رو میبینید غکزایتش رو شما مثلا میبینید که اینجا زده مثلا شاتن فلش زده پایین زده 6 کیلومتر یعنی شهر بعدی که اسمش از شاتن 6 کیلومتر بعد میرسه به این منظوره که تا این 6 کیلومتری که بخواید تا این شاتن برسید شما لندش خاصه دارید و پایین زده ویلستر خط قرمز زده یعنی شهر یا شهرک ویلستر دیگه اینجا تموم شد اگر تابلوی سرعتی بعد از این نبود شما نرمال لندشت خاصه حساب میشه و لندشت خاصه هم سرعت مجاز 100 تا هست میتونید برید مگر اینکه اونجا یه تابلوی سری بعد این یه تابلوی مثلا 60 تایی 70 تایی یا 80 تایی مثلا بیاد یعنی به این منظور که لندشت خاصه هست درسته ولی محدودیت سرعت داره مثلا 60 تا 50 تا ممکنه بازم باشه یا 70 تا 80 تا کاری بهش نداریم ولی خب به اینا دقت کنید تابلوی نوت پارکن خب اینو نورمال برای پارکینگ ها هستش نکته مهمی نداره که بهتون بگم اینو جایی که میبینید یعنی اونجا پارکینگ هست تمام تابلوی نوت ایک پارکن اوف گیه ویگن این تابلو رو خیلی جا میبینید یعنی که اجازه پارک کردن روی قسمت آبر پیاده دارد اونم به این صورت که توی تصویر هست یعنی که یه سمت ماشینتون رو میبره روی گیهویک روی قسمت آبر پیاده یه سمت ماشینتون میمونه رو جاده اینو برای جایی میزنن که مثلا عرض جاده خیلی کمه و شما اگه بخواید همه ماشین تمامش روی جاده پارک کنید کنار جاده این خیابون دیگه خیلی باریک میشه و اگر فراموش نکرده باشم اگه درست بگم این ماشینایی که وزنشون از دو هشتاد یعنی دو, دو تون و 800 کیلو کمتر باید باشه وزن ماشینتون این همچین موقعی همچین اجازه دارید ولی توی قسمت توی ویدیوهایی که ترجمه توی سالت که من ترجمه کردم ویدیو گذاشتم اینو من گفتم بهتون حالا من دقیق یادم نیست چون ماشین نرمال اصلا به دو, دو ست نمیرسه من یعنی که شما بهش انهنگه ببندید برای همین خیلی به این وزنش من دقت نمیکنم و توی سوالات من گفتم پس میتونید اونا رو اگه دیده باشید یادتون شاید باشه وزن ماشینتون تا دو هشتصد که بود اجازه داری به این صورت پارک کنید یه همچین جایی پاکن و رایزن این تابلو رو شما وقتی دیدید یعنی که دارید به یک پارک پلاتسی میرسید که اونجا مثلا میتونید از جاده بیاد بیرون یا از اتوبان حالا هر چیز از خیابون بیاد بیرون پارک کنید برای چند دقیقه میخواید یه ده دقیقه یه رو 20 دقیقه مثلا یه هواخوری استراحت کنید و اونجا توالت هم هست این تابلو رو یه همچی موقعی میبینید خب 93 بگین اینس فرکیز بروی اکتن این هم توی قسمت سشن با هم کار کردیم سوالاتش رو. میشه شروع یا آغاز منطقی که اونجا به فکس بی به یعنی منطقه آرام هستش، منطقه‌ای که رفت و آمده، ساکنین زیاده بازی کردن بچه ها زیاده و وسایل نقلیه شما اجازه دارید اونجا وارد بشید ولی با سرعت شخد کشفندگی کرد که تو سوالات داشتیم با هم صحبت کردیم بهتون گفتم شخد کشفندگی هم میشه حدودا سرعت بین هفتا یا هشتا اینا و فکر میکنم رکس فولینگز باشه اگه فراموش نکرده باشم چون توی سمت ما توی شهر ما خیلی از این کمه برای همین من اصلا تا حالا فکر نمی کنم زیاد وارد همچین منطقه شده باشم تو این فکر از بروی ولی توی شهرهای بزرگ صد درصد از این زیاده و اینکه باید حواستون به سرعتتون باشه سرعت زیاد نشه حواستون به بچه ها و آورین پیاده خیلی باشه و وقتی هم که مثلا میخواد وارد خیابون اصلی بشید حق تقدم ندارید چون اون خیابون دیگه خیابون اصلی حساب میشه و مال شما خیابونه فرعیه تابلوی 94 پایان اون منطقه رو نشون میده اند اینس فکه از بروهیختن یعنی پایان اون منطقه آرام تابلو 95 تونل که اینو فوق العاده زیاد داشتیم هم سالات تابلو بود و هم نرمال بدون تابلو سال فکر در موردش زیاد بود نکاتش رو فکر میکنم همه رو بدونید ولی خب بازم چند تاشو میگم اینکه توی تونل مثلا باید لخته لیختتون روشن باشه عینک آفتابی نزده باشید اینکه وندن فبوت هست یعنی دور زدن ممنوع است و اینکه حواستون به به اینکه مثلا قبلش روشن بوده و یهو میرید داخل تونل تاریک میشه و داخل تونل اگه طولانی باشه تاریک باشه و یهو روشن میشه این چیزا میتونه اذیتتون کنه باید حواستون به همه اینا باشه دیگه نکته مهم چیز دیگه ای فکر نمی کنم داشته باشه تابلو 96 نوت هلته و پنن بخت این تابلو رو مثلا توی اتوبان ها میبینید که یک عقب نشینی تو اتوبان هست هر چند متر یا چند کیلومتر فکر میکنم باشه و فقط برای مواقع استراری هست برای این نیست که شما بزنید کنار اونجا مثلا یه استراحت بکنید علاکی. این برای مواقع فوق العاده استراری هست مثلا ماشینتون حالا خراب میشه چون اینجا زده پنن بخت یعنی این بخت میشه این و پن زمانی که خرابی اشکالی توی ماشینتون پیش میاد میتونی اونجا سری ماشینتون بکشین بیرون یا تصادفی اونجا توی نزدیکی صورت میگیره سری میتونم بیارم بکشن توی این قسمت که اتوبان راه بندون مثلا نش اتفاق دیگه نیفته اینو فرد مواقع استراری میتونید ازش استفاده کنید تابلوی 97 اتوبان این تابلوی اتوبان هست هر جا این تابلو رو دیدی یعنی که اونجا قراره اتوبان برسه دیگه نکته دیگه ای نداره تابلوی بعدیمون اند ده اوتوبان. یعنی پایان اتوبان رو نشون میده که دیگه داره اتوبان به پایان میرسه 99 خفت فشت خسه این یعنی که این خفت فشت خسه داره اینجا میرسه که میشه فکر میکنم ترجمهش میشه بزرگ راه یا آزاد راه من اینو تفاوتش رو درست متوجه نشدم خیلی هم دقت بهش نمیکنم چون چیز خیلی مهمی نیست که باید ببینید یعنی همین که سالاتو توی قسمت سوالاتی گواینامه بدونید چه جوابی بزنی نزنی دیگه بقیهش خیلی مهم نیست یعنی هر کسی نمیاد به این دیگه به این قوانین و چیزای این توجه کنه ولی خب تا موقعی که گواینامت نگفتید اینا رو یکم آگاهی ازش داشته باشید من سوالات چند تا داشتیم توی سوالات گواینامه من ترجمه کردم توضیح دادم دیگه نیازی نیست من اینجا بشینم بازم توضیح بدم ولی خب بهش میگن کفت فشت خاصه تابلو صد اند در کفت فاشتراسه یعنی پایان اون کفت فشت خسته. حالا یا راه یا آزاد راه حالا هر چیزی صد و یک فوس گنگه ویگ قسمت خطکشی آبر پیاده که باشه اینو میبینید که نکات مهمی که داره یکی اینکه سرعتتون باید کم کنید از قبل حواستون به چپ و راست خیابون باشه کسی بخواد از روی این خط کشی عبور کنه شما باید توقف کنید و اجازه عبور بهش بدید چون اونا حق تقدم دارن و دوم که قبل از اینکه مثلا به این خط به این خط کشی آبر پیاده به این فوسکن یا میرسید قبلش اجازه پارک کردن ندارید دقیقا قبلش ولی بعدش اجازه دارید چون قبلش اگه پارک کنید ماشینای دیگه ای که میاد ممکنه به خاطر ماشین شما آبر پیاده رو اونجا نبینه این نکته خیلی مهمه که توی سوالات داشتیم با هم کار کردیم صد و دو این میشه بونبست من با فارسیش الان یه لحظه یادم رفت میشه بونبست خب نکته دیگه ای نداره اینکه وقتی اینو میبینید دیگه ممکنه اونجا اگر اشتباهی واردش بشید یا بخواید واردش بشید دنبال چیزی باشید حالا اینجا ممکنه که نتونید دیگه دور بزنید ممکنه جاش طوری باشه که دیگه نتونید درست دور بزنید پس وقتی میبینید یه جاده خیابون اینو زده دیگه حواستون به اینم باشه ولی خب نکته مهم دیگه ندارین صد و سه فوسگنگه اونتا اورا اوبفرون که میشه زیرگذر یا روگذر که حالا یا پل هوایی برای آبرین پیاده این تابلو رو که دیدید یعنی اونجا یا زیرگذر یا حالا روگذر یا پل هوایی برای آبرین پیاده هست چیز دیگه ای نداره نکته مهم دیگه ای نداره زیادم مربوط به راننده ها نمیشه بیشتر مربوط به همه آبرین پیاده میشه صد و چهار شنی اورا ایس گلته. این تابلو رو که دیدید یعنی اونجا احتمال یخ زدگی روی جاده یا برفی که مثلا میاد روی جاده و یخ زده میشه و خیلی هم سر هست اونجا زیاده روی سطح جاده حواستون بهش باشه آیس وقتی میگن اشنی آیس کلت میگن یعنی که سطح جاده ممکنه اونجا یخ بزنه وقتی برف میاد پس حواستون وقتی میبینید برف میاد حواستون باشه که تو این قسمت از جاده یا اتوبان احتمال یخ زدگی روی جاده خیلی زیاده که نکات مهمی که میتونه مثلا آدم بهش توجه کنه که سرعتتون رو کمتر کنید فرمون دادنای مثلا یهویی یه رو ازش پرهیز کنید نباید انجام بدید ترمز زدن های خیلی مثلا شدید برای همین باید سرعتتون تو نسبتا کمتر باشه که ماشینتون سر نخوره مجبور به ترمز گرفتن خیلی مثلا یه هوی و شدید نباشید چون بیشتر وقت رو این اسکلت ترمز خیلی خوب کار نمیده دیگه نکته مهمی فکر نمیکنم کنم باشه 105 مون شتاین شلک یعنی ریزش سنگ چون اینو اینو خب کنار اکثر کنار کوه میبینید دیگه از تو توی تصویرش دیگه تابلو دیگه چجوریه باید حواستون جمع کنید احتمال ریزش سنگ هست احتمال جاخالی دادن راننده های مقابلتون هست یه موقعی سنگ شاید بیاد ببینید طرف بخواد جاخالی بده بیاد تو لاین شما به این چیزا مثلا باید توجه کنید صد و ششمون شپلت اینجا یعنی که احتمال پاشیدن سنگ به شما زیاده اونم برای اینه که جاده که تازه آسفالت میکنن رویش سنگریزه روش زیاده سنگای خورد یا مال همون آسفالت رو جاده سطح جاده خیلی زیاده همیشه هم هست این اکثرا هم موقعیه که جاده تازه درست شده تازه آسفالت شده و احتمال پاشیدن سنگ به ماشین شما زیاده که خودم یه بار اینو تجربه کردم جاده تازه ساخته شده بود ماشین خیلی سرعتش زیاد بود من داشتم با صورت مثلا 60 70 تا رو زندگی می‌کردم طرف با صورت خیلی زیاد از کنارم از بغلم رد شد خیلی از سنگاش پاشیده شد به ماشین من که مثلا سرعتتون رو باید کمتر کنید ولی خب اکثرا تابلو میزنن وقتی همچین چیزی باشه جاده نو تمیز باشه یا مثلا تازه ساخته شده باشه اکثرا تابلوی سرعت میزن که نسبتا شما باید کمتر رانندگی کنید ولی خب اگر هم تابلوی نبود حواستون به این باشه که ممکنه سنگ پاشیده بشه حواستون به سرعتتون باشه اینکه پنجرهاتون مثلا باید بسته باشه و نکته دیگه ای نداره صد و هفت بویگلیک برکه این بویگلیک توی تصویر هم میبینید که محرکه ممکن این پل به این صورت که توی تصویر هست باز و بسته بشه توی این شلسفی گولشتان توی این ایالتی که من هستم من یه دونه دیدمش تالا که این پول باز میشه جای دیگه ندیدم ولی خب توی شهر شما ممکنه دو سه جا یه همچین چیزی باشه وقتی این تابلو رو ببینید یعنی که باید احتیاط کنید 100 صد درصد اونجا چراغ راهنمای رانندگی میذارن که اگه زمانی که بخوام مثلا پول هوایی رو این پول هوایی میگم پول محرک و باز و بسته کنن چراغ قرمز میشه ولی خب در کل باید اینو که دیدید احتیاط کنید حواستون بهش باشه 108 اوفا اوفا میشه زمانی که مثلا خطر این که شما از خشکی یا از اون حالا کنار آب به داخل آب افتادن این خطر زیاده ولی خب من تا حالا تجربه نکردم ندیدم ای همچین چیز. این همچین چیزی این تابلو رو هم کلا تو شهر خودمون و این تو شهرهای دور و من ندیدم ولی خب اگه دیدید حواستون به این باشه که احتمال افتادن توی آب زیاده مثلا باید حواستون جمع کنید طوری که مثلا جاده شاید خیلی نزدیک به آب باشه یا اینکه مثلا انتهای جاده به آب وصل باشه مثلا ته جاده دیگه اگه تاریک باشه مثلا بیفتید تو آب یا همچین چیزایی هست حواستون بهش باشه من که تا حالا ندیدم اینو خب 109 فوس گنگوی و ویک حالا اینو چیز چیز آبیشو داشتیم عکس آبی رنگ فوس گنگوی به ویک رو داشتیم این قرمزشه خب من فکر نمی کنم فرق زیادی باشه تنها تفاوتش اینه که این همیشه میگه احتیاط کنیم مثلث قرمز وقتی میزنن یعنی که احتیاط کنید حالا اون آبی زده اونم تقریبا میشه گفت احتیاط کنید نمیدونم تو دوتا هست اینو من از معلم و اینا نپرسیدم ولی خب این تابلو رو میبینید باید به این فوسکینگ او به ویک توجه کنید قرار فوسکینگ او به ویک بیاد یعنی خط کشی آبر پیاده بیاد حواستون به سرعت و به پارک کردنتون به دوروبرتون باشه صد و ده فیت خیب یعنی اینجا چجور بگم رفت آمد حیوان اهلی زیاده باید حواستون باشه دوروورش مثلا سمت چپ و راست جاده خیابون چجور بگم زمین های کشاورزی هست که اون حالا هر کسی که اونجا زندگی میکنه مثلا حیوان های خونگی دارن که ممکنه از جاده عبور کنن یا کنار جاده باشن و اینا اشتباهی بیان روی جاده و شاید مثلا به کسیفی جاده باید حواستون باشه چون اینا وقتی از جاده ممکنه عبور کنن اونجا رو آلوده کنن خلاصه احتیاط کنید. این مسلس ها همیشه به معنی احتیاطه. 111. فلوک به یعنی اونجا عبور و مرور هواپیما زیاده. و یه نکته که خیلی مهمه اینه که صدای بلند هواپیما ممکنه شما رو حواستونو پرت کنه. و چیز دیگه ای نداره نمیدونم حالا این احتیاطی که میزنن برشه چون هواپیما خیلی چیز نیست ولی خب تنها نکته ای که خیلی مهم هست همه میگن که صدای خیلی بلندش اینو جایی میذارن که نزدیک به فرودگاهه و وقتی هواپیما پرواز میکنن یا میان مثلا فرود میان خیلی به خیابون شما جاده شما نزدیک و صداش فوق العاده بلنده فقط صداش میتونه حواسو پرت کنه یا باعث یه خطری بشه برای همین حالا شما احتیاط کنید خب تابلوی آخرمون غیته که میشه مربوط به اسب سواری یعنی اونجا عبور مروره اسب سواره شما باید احتیاط کنید و مثلا یه نکته که خیلی مهمه این که سعی کنید ماشینتون مثلا زیاد بهش گاز ندید مثلا با چرخش موتور بالا که این لغت خیلی داشتیم مثلا باید صدای ماشین تو کلا پایین تر نگه دارید آروم تر راننده ای کن چون ممکنه اسبا از صدای بلند بترسم و اونجا اتفاق بیفته در کل احتیاط رو رعایت کنید خب این بود از 112 تا تابلوی خیلی مهم حالا اینا خیلی مهم من زیاد دیده میشن این 112 تا و یعنی تابلو فوق العاده زیاده که بقیهشون زیاد اصلا شاید مهم نباشه، شاید خیلی تو کل عمر زندگیتون شاید ده بار یا پنج بار بیشتر نبینید برای همین من اونا رو دیگه نیومدم بگم اگر خودتون خواستید با اون بقیه تابلو هم آشنا بشید میتونید تو اینترنت بزنید لیست همه مثلا این تابلوهای توی آلمان براتون بیاد بتونید باش آشنا بشید ولی این صد دوازده تا تابلوهای اصلا بودن که من انتخاب کردم اینا خیلی زیاد دیده میشن و مهمن خب اگه بازم در مورد این تابلو هم سوالی داشتید میتونید شماره تابلو رو توی کامنت بنویسید سوالتون رو بپرسید من سعی میکنم جوابتون رو بدم امیدوارم که از این وید... سه تا ویدیو از این تابلو راضی باشید توضیحات راضی باشید و تا ویدیوهای بعدی که آموزش عملی درست میکنم انشاالله و ترجمه سوالات خدا نگهدار